آماده هستیم بشنویم کلام خدا رو؟ هللویا. شکر. شکر برای کلام زنده خداوند. همون گونه که روی فیسبوک اعلام کردیم و قبلا نیز خدمتتون گفتیم، به دلم هست درباره محبت نخستین، اولین محبتی که در قلب ما شکوفه میکنه صحبت کنیم. احتمالاً 4 هفته طول خواهد کشید، گاهی 2-3 هفته شاید بیشتر بشه، اما بپردازیم از همون ابتدا. هرچند همه ما تجربیاتی و شناختی نسبت به واژه محبت و عشق داریم و به نوعی برای ما تعریف شده اون علاقه و اون مهر و مهربانی و یا صمیمیت و یا هواخواهی، شور و اشتیاقی که نسبت به دیگران میتونه در ما باشه و یا آنچه را که باعث خوشحالی ما و خوشحالی دیگران میشه، اون احساسی که در ما هستش برای اون مخاطب، آن دلدادگی و اون شفقتی که لازمه، اون موقعیت حساسی که فکر ما میطلبه و همه انسان‌ها با هر طرز تفکر، با هر نژادی، در هر شرایطی و در هر سنی میدونیم که مشتاق این هستن. شعرها بسیار درباره عشق صحبت کردن. خیلی از عشق بد گفتن، خیلی از عشق خوب گفتن. خیلی هنوز به دنبال این هستن که عشق رو تعریف کنن، نمیدونن چگونه تعریف کنن. شاعری میگه عشق یعنی مستی و دیوانگی، عشق یعنی با جهان بیگانگی، عشق یعنی شب نخفتن تا سحر، عشق یعنی سجده با چشمان تر. و شاعر دیگه اعلام میکنه از غم خبری نبود اگر عشق نبود، دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود. هر کسی به نوعی این عشق رو تعریف کرده. همه ما میدانیم عشق آمدنیست، اما عشق خوب کسی میتونه درک کنه که به عشق آموختنی نیز ایمان داشته باشه. عشق رو باید آموخت تا زمانی که میاد قدرش رو بدونی، اگر نه زود از دست خواهیم داد. عیسی مسیح عشق رو خیلی زیبا تعریف میکنه. این آمین صدای برادر وارتان. هللویا. خوش آمدی وارتان جان. خوش آمدی وارتان عزیزم. فکر میکنم با پسرتون هستید. بله، خیلی خوش آمد میگم خدمت شما. به 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 به. بله وارتان عزیز از خادمین و عزیزان کلیسا که همین کلیسا تعمید گرفتن. بله. اما عیسی مسیح عشق رو همون گونه که هست تعریف میکنه. عشق رو بیزینس تعریف نمیکنه. عشق رو یک احساس تعریف نمیکنه. ما گاهی عشق رو ربط میدیم به چیزایی که علاقه داریم. میگم من عاشق سنتورم، این معنی نداره، ولی میتونم بگم من عاشق برادر حمید هستم. یه دست برای حمید جان بزن. عاشق محبتش هستم. اون شکل خدا آفریده شده، اون خادم خوب خداست، صالح و صادق هست و این کمک من کرده من عشق رو بفهمم تو وجود برادرم. این تعریف داره عیسی مسیح در انجیل یوحنا 3:16 که همه ما آگاه هستیم به این جمله بسیار زیبا و حیات بخش. اعلام میکنه خدا انقدر جهان رو دوست داشت، عاشق این جهان بود، که یگانه پسر خود را داد تموم شد، داد تا هر کس ایمان بیاورد هلاک نشود. خدا این عشق رو اینگونه میده، میگه من لذت میبرم حتی از این که یگانه پسرم رو دادم. من دارم لذت میبرم، من خوشحال هستم، من پسرم رو دادم، روی صلیب مرد، اما وقتی که میبینم شماها نجات پیدا میکنید با این عمل، این خوشحالی من برمیگرده، این محبت من برمیگرده. محبت زنده است، عشق زنده است. و مسیح چقدر زیبا این رو تعریف میکنه. گاهی حتی افراد برای اینکه بتونن محبت رو داشته باشن سعی میکنن دیگران رو اذیت کنن، دیگر آزاری میکنن، گاهی خود آزاری میکنن تا یک محبت رو بگیرن. برای نمونه میریم پیدایش 37:3-4 رو من براتون میخونم از تفسیری. اعلام میکنه
یعقوب یوسف را بیش از سایر پسرانش دوست می داشت. چرا؟ خیلی هوشیار باشیم. چرا ما یه نفر را بیشتر از یکی دوست داریم؟ حتما دلیلی داریم و این رو بدونیم عزیزان. عشق تقسیم میشه، محبت تقسیم میشه. اگر یک خانواده یک فرزند داره، مسلم بدون عشقی که داره به اون فرزند میده، زمانی که شد دوتا، حالا دوتا عشق رو باید تقسیم کنه، دوتا محبت رو باید تقسیم کنه، سه تا میشه سه تا. اگر یک نفر یه زن داره، نه زن رو ولش کن، معذرت، اصلا حواسم یه زنه هست، اصلا من چرا زن صحبت از زن کردم. اعلام میکنه یعقوب یوسف را بیش از سایر پسرانش دوست می داشت، زیرا یوسف در سالهای آخر عمرش به دنیا آمده بود. یعنی بقیه فرزندان خودش رو محبت کرده بود. همه ما خوب می دونیم یک انسان سالم انسانی هستش که از همون دوران نوزادی، همون گونه که دارن به اون خوراک میدن، شیر میدن تا بزرگ بشه، میباید اون نوزاد محبت ببینه از والدین. فرزندان سالم در خانواده هایی هستن که والدین و اگر برادر و خواهری بزرگتر هست، اونها رو با محبت بزرگ میکنن. محبت ارزشش بیشتر حتی از خوراک هستش عزیزان. برای فرزندان محبت ذوق و اشتیاق رو ایجاد میکنه برای اینکه شکل خدا بشیم. باز دوباره میخونم، یعقوب یوسف را بیش از سایر پسرانش دوست می‌داشت، زیرا یوسف در سالهای آخر عمرش به دنیا آمده بود. پس جامه‌های، یعنی لباس‌های رنگارنگ به یوسف داد. برادرانش متوجه شدند که پدرشان او را بیشتر از آنها دوست می‌داره، اما درک درست نکردند. 100% برادرها خلأ خالی داشتن از محبت. 100% درش شک نکنیم. اونجایی که کلام خداوند در رومیان 3:23 اعلام میکنه همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر هستن، عزیزان تصور نکنیم بر این که گناه حتما همون زنا و قتل و دزدی و غیبت. بی محبتی گناهه، حتی به بچه هامون. از این رو هست عشق رو باید بیاموزیم که با هوشیاری فقط فرزند نداشته باشیم، بلکه فرزند سالم داشته باشیم و به اون محبت رو بدیم تا با محبت بزرگ بشه. و ادامه میده، در نتیجه آنقدر از یوسف متنفر شدند، این اعتراض اونها بود، که نمی توانستند به نرمی با او سخن بگن. یعنی اینکه اونها به دام کینه و نفرت نیز گرفتار شدن. یک مثال ایتالیایی اعلام میکنه، عشق یعنی ترس از دست دادن تو. ولی میبینیم که برادران به خاطر اینکه اون درک درست از کاری که پدر انجام میداد رو ندانستن، بیشتر خودشون رو به چاله‌ای گرفتار کردن که محبت رو به نوعی دیگه ای تعریف کردن. نمیدونم چقدر از ما این کارا رو میکنیم یا کردیم در گذشته. به جای اینکه بیاییم اتوبان عشق و محبت رو برای خودمون و دیگران باز کنیم، اومدیم مانع و موانعی گذاشتیم، نه خودمون از این اتوبان رد شدیم و نه اجازه دادیم دیگران نیز از این اتوبان رد بشن، بلکه آسیب زدم. با محبت هم نمیشه شوخی کرد. اگر احیانا در مسیر محبت خوب قدم بر نداری، حتما رسوا خواهی شد، رسوا میشی و حتما هم به خودت باز هم به دیگران آسیب خواهی زد. پیرمردی میره نزد پزشک برای گوشهاش. وقتی پزشک گوشهای اون رو معاینه میکنه، میگه خدا رو شکر عفونت گوشات خوب شده، الان کاملا باید بشنوی. میگه بله بله خوب میشنوم. میگه حتما بچه هات و نوهات خیلی خوشحال هستن. میگه نه به اونها نگفتم. میگه چرا؟ میگه شما هم نگو آقای دکتر. میگه آخه برای چی؟ میگه از اون موقع که دارم خوب میشنوم تا حالا 3-4 بار وصیت نامه عوض کردم. ما نمیتونیم ابراز محبت بکنیم، اما روش خودمون رو ادامه بدیم، چرا که حتما به خودمون و دیگران نیز آسیب خواهیم زد. از این رو اولین عنصر حیات و
برای خوشبختی محبت هست. محبت هستش و همون گونه که گفتم اولویت نسبت به جایگاهی داره که نسبت به نیازهای ما اون حرف اول رو میزنه. در کتاب امثال 15:17 اعلام میکنه نان خشک خوردن در جایی که محبت هست بهتر است خوراک شاهانه نخوردن در جایی که نفرت وجود داره. متوجه شدید؟ بهتره که من نون خشک بخورم اما اون نون خشک رو از دست کسی بگیرم که با یک محبت حقیقی هستش. من ناپلئون بناپارت نیز اعلام میکنه عشق روح را توانتر میسازد و انسان را زنده دل نگاه میدارد. اما گذشته از این که نفرت و کینه اوج دلخوری میباشد، رفتارهای همچون بی تفاوتی، خودمون رو چک کنیم توی رابطه هامون. عشق رابطه است دیگه، درسته؟ من به تنهایی نمیتونم زندگی کنم، منزوی باشم و بگم من دارای عشقم. من باید توی رابطه عشق رو درک کنم. پس بی تفاوتی به اطرافمون، انتقادهای مدام، زودرنجی، شنیدن سخنان دلسرد کننده، تمرکز بیشتر به مشکلات و سختی ها، عدم مشارکت ها و رابطه ها که امروز بیشتر درباره صحبت میکنیم، عدم تشویق و احترام که در ما ایرانی ها فکر میکنم تشویق و احترام خیلی زیاد نیست، کمه. تشویق در ما خیلی کمه متاسفانه. عدم تشویق و احترام و انتظار زیاده خواهی، عدم شفاف نمودن سوء تفاهم ها که باز امروز دربارش صحبت میکنیم که یکی از اساسی ترین دلایل دلسردی و جدایی رابطه ها هستش. و متاسفانه دیده شده اکثر زوجهای جوان، زنان جوان معترض به این بودن که مردانشون بعد از ازدواج تمایلی نداشتن که احساس عاشقانه خودشون رو بروز بدن. البته میدونیم که خانم ها برای بروز احساسات قوی تر هستن و بهتر از زن ها مرد ها میتونن احساساتشون رو بروز بدن. مرد ها در این قسمت یه مقداری عذر میخوام ناقصن، اما این توجیه نمیتونه بکنه. یعنی ما نمیتونیم این موضوع رو توجیه کنیم. مرد ها نیز باید بیاموزن که همان گونه که در گذشته در دوران نامزدی در زمانی که داشتن همدیگر رو پیدا میکردن، کشف میکردن، گل به همدیگه میدادن، هدیه به هم میدادن، وقت میذاشتن برای همدیگه، این ادامه داشته باشه. و ما میبینیم در پیدایش باب 3 عدم توجه آدم به حوا باعث شد شیطان با اون وقت گذاشت. پس مردا باید خیلی مواظب باشن چون زنها نیاز دارن به یه تکیهگاه که بهش تکیه کنن، باش وقت بذارن و بتونن محبت خودشون رو در اون جایگاه نیز پیدا بکنن. یک مثال آلمانی اعلام میکنه عشق رقص میآورد. پس مردا برای زناشون باید برقصن. هم تو زنها میرقصن برای مردا، زنها شما نمیرقصن برای مردا. بعضی اینجوری نگاه کنید، عشق رقص میاره. اونا که دارن میخندن معلومه یه خبرایی هست. عشق رقص میاره. اگه عشق رقص میاره عزیزان، احساساتمون رو باید بروز بدیم. به طور خاص ما که از اون دوره نسلی که به نوع دیگه ای ما رو تعلیم دادن، عشق و احترام رو فقط به این دیدن که پاهامون رو جلو بزرگترا دراز نکنیم، مهمونی رفتیم خوراک نخوریم، مهمون اومدن خوراک نخوریم، همه چیز یواشکی بود، بعد یاد گرفتیم عذر میخوام ریاکاری و یواشکی رو. امروز روز عوض شدن به توسط عیسی مسیح، به توسط روح القدس، تا تو اون جایگاهی که حقیقتا خداوند برای ما آماده کرده قرار بگیریم. اما بریم با هم دیگه کلام خدا رو بخونیم. غزل غزل ها میدونیم که نویسندش کیه؟ سلیمان پادشاه. حقیقتا این کتاب کتاب بحث انگیز هستش در دنیا و درباره این نظریات بسیاری دادن. هر نظری که دادن نیکوست چون از عشق داره میگه. یکی میگه با خدا صحبت میکنه، یکی میگه با معشوقش اصلا فرقی نمیکنه.
کسی که با خدا عاشقانه صحبت میکنه خوب بلده با زنش عاشقانه صحبت کنه، خوب بلده با برادرش چگونه صحبت کنه، با پدر و مادرش چگونه صحبت کنه. عشق این گونه هست. عشق طبیعتش اینه که محبت رو ارائه میده. 3000 سال پیش سلیمان این گونه میگه: محبت مرا در دل خود مهر کن، خالکوبی کن. اونا که خالکوبی کردن، برای چی خالکوبی کردن؟ نسبت به اون چیزی که خالکوبی کردن احساس قشنگی داشتن، یا اسمی رو خالکوبی کردن، دوست داشتن همیشه باشه، ببینن. شاید فکر میکردن یه روزی عوض میخوام آلزایمر میگیرن، گفتن بذار این باشه، وقتی دیدیم به یاد طرف یفتیم. حالا نویسنده داره اینو میگه، میگه اینو مهر کن طوری که به هیچ وجه از بین نره. میگه محبت مرا در دل خود مهر کن و مرا چون حلقه طلا بر انگشتت، نه بر بازویت، واو انگشت نه، میگه حلقه طلا بر بازویت ببند تا همیشه با تو باشم. واو، یعنی من مدام با تو مشارکت داشته باشم، مدام با تو باشم. عدم مشارکت، دوری از هم بودن این محبت رو کم خواهد کرد عزیزان. میگه حلقه‌ای که به بازود باشه، نمیتونی حلقه نازه، حلقه بزرگ تلاست، همه هم میبینن دیگه، رسوایی، تو مال اونی، اون مال توست دیگه، کلک نمیتونی بزنی، انگوشتر رو قایم کنی، دستتو بگیری اونور این کار رو بکنی، نه تموم میشه. پس یه طوری باشی که همه اون رو لمس میکنن و اعلام میکنه. محبت ادامه میده، محبت مانند مرگ قدرتمند است، طوری که عیسی مسیح رو از مردگان زنده میکنه. این محبت مسیح بود، به خاطر ما مرد، ما رو دوست داشت، اما اونقدر عشق و محبتش زیاد بود که بعد از 3 روز قیام میکنه و این چنین روز یک شنبه رو به من و تو هموطن عزیزم میده که تو از تمام مشکلاتت قیام کنی. و اعلام میکنه و شعلهش همچون شعله های پرقدرت آتش با بی رحمی می سوزاند و نابود می کند. آبهای بسیار نمی توانند شعله محبت را خاموش کنند. صداهای منفی، صداهای نگاتیو، غیبت ها بر علیه کسی که دوستش داری، عاشقشی، خاموش نمی کنه. یکی از چیزهایی که متاسفانه بین ما ایرانی ها نیست، یا هست اینه که به راحتی به صحبت‌های دیگه فریب می‌خوریم و این اشتباس. یعنی تا اینکه میان میگن دیدی فلانی یه غیبت میکنن، بلا فاصله بهش چی میگیم؟ اصطلاحاً یه اصطلاحی داریم وقتی یکی حرفی میزنه، جان دهن بین، برابر، بلا فاصله میگیم این باید دعا کنیم از این قسمت شفا پیدا کنیم. تا یکی میرسه میگه فلانی فهمید اینجوری شد، میپذیریم و این دهنبینی صداهای منفی و نگاتیو بر علیه تو و بر علیه کسی است که تو دوستش داری. به طور خاص کلیسای مسیح 2000 سال از این دهنبینی آسیب خورده، از وسط نصف شده، چون اجازه نداده خادم نابالغ، عضو نابالغ، ایماندار نابالغ شفاف کنه موضوع رو، و همیشه آسیب خورده. کلیسای ما آسیب خورده، کلیسای ما مجزا از کلیسای دیگه نیستش. دهنبینی همیشه آسیب زده و دهنبینی معمولا کسایی میکنن هنوز شفا نگرفتن، چون شفا نگرفتن غیبت میکنن، و چون دیگرانی هم هستن که هنوز کاملا شفا نگرفتن، اونها هم نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. و این نویسنده اعلام میکنه سیلاب ها قادر نیستن، یعنی سیل، آن قدرتی که مانند سیل هست، قادر نیستن آن را فرو نشانند. هر که بکوشد با ثروتش محبت را به چنگ آورد، جز خفت و خاری چیزی آیدش نخواهد شد. یعنی به هیچ وجه محبت حقیقی قابل خریدن و فروختن نیستش. سعی نباید بکنیم. خیلی ها سعی میکنن با قدرت، با ثروت، با شهرت، با مقام، متاسفانه عشق رو بخرن. نوع ازدواج امروز چگونه هستش؟ این ازدواج های امروز ما که میدونیم اونها که از بکران اسلام اومدن، مانند خود من، موضوعی رو داریم به نام مهریه.
چقدر دختر و پسرهایی که همدیگر رو دوست داشتن رفتن پای خواستگاری، همه چیز تموم شده، حتی فامیل بودن. آرزوی والدین این بوده، سر مهریه من شاهد بودم که این دوتا دختر و پسر ازدواج نکردن تا مدت‌های طولانی. دوباره بزرگا اومدن نشستن صحبت کردن، چون عشق و جاشو عوض کردن با بیزینس و معامله. البته سیستم اروپا و آمریکا متاسفانه آسیب خورده، به نوع دیگه هستش. هر کی هر چیزی داره میگه اول من تکلیف اموالم رو روشن کنم و بعد تو بیا همسر من بشو، حالا چه زن و چه مرد. لذا تعریف عشق این نیست. تعریف عشق اینه که هر چی من دارم مال اون کسیه که دوستش دارم، هر چی هم اون داره مال منه، هر غمی من دارم مال اونه، هر غمی اون داره مال منه، هر چقدر خودم رو دوست دارم اونو دوست دارم. این تعریف اصلی عشق هست. اما میبینیم که متاسفانه به نوعی دیگه در این آسیب انسان‌ها قرار گرفتن. اگر ما بخوایم محبت رو تشبیه به یک جسمی بکنیم، حالا بگیم به فرض شکل انسان قرارش بدیم که دارای سر و مغز هست، این گونه میتونیم نگاه کنیم که مغز اون مانند قدرتی هست، اقتدار داره، اتوریتی داره، جرأت داره، اعتماد به نفس داره و تصمیم میگیره که من این کار رو بکنم. قلبش همچون قوتی هست، یعنی امید و تشویق و احساسات خوب داره. دستان او مانند بخشش و نیز سخاوتمندی هستش و بازوی همت و یاری کردن به دیگران، و پاهای او تلاش و کوشش برای محبت کردن و صبر و استقامت است. حالا اگر ما پذیرفته باشیم که محبت رو تشبیه به یک انسان بکنیم، یک موجود بکنیم، باید بپذیریم که این انسان باید رشد کنه. نمیتونیم بگیم نوزادی که به دنیا آمده تا 5-6 سال بستشه. اگر ما پذیرفتیم محبت رو و محبت رو داریم، باید اجازه بدیم محبت در ما رشد بکنه و به تناسب درست رشد کنه، نه اینکه پاها بزرگ بشه دستا بزرگ نشه. پس میباید در این مسیر ما همان گونه که ابتدا گفتم آگاهی و دانش رو نسبت به محبت داشته باشیم که چگونه باید عمل کنیم. یعنی محبت در صبر و فروتنی، محبت در عدالت و انصاف، محبت در حکمت و خرد، محبت در آرامش و شادی، محبت در سخن و عمل، محبت در بین دوستان و حتی دشمنان، و نهایتاً محبت در مشارکت‌های پیوسته با دیگران، که بدونیم چگونه. و اگر من نسبت محبت آگاهی و دانش داشته باشم، هرگز از محبت کردن پشیمون نخواهم شد، هرگز در مسیر محبت به دیگران آسیب نمیزنم، قول و وعده الکی نمیدم، میدونم دارم چه کار میکنم. شخصی میره ملاقات دوستش توی بیمارستان، یک ایرانی، وقتی دوستش داشته ملاقات میگم یه تخت دیگه هم اون ور هستش، یه آقای ژاپنی اونجا دراز کشیده، دلش میسوزه، میگه برم ببینم یه سری بزنم. همین که میره سر بزنه، اونم شروع میکنه داد زدن ژاپنی، یه چیزایی میگه و میمیره. بعد تاجو میره سری پرستار رو صدا میکنه، پرستار میاد میگه آره مرد. بعد از یک 10-5-6 دقیقه دیگه دوستاش فامیلای ژاپنیش هم بلند میشن میان اونجا، یکی از اینا فارسی هم بلد بوده، رو میکنه میگه ببین این یه چیز رو همینطور تکرار کرد، میشه برای من اینو ترجمه کنه؟ میگه بگو. وقتی این که به سختی اینو میگه داره میگه پاتو رو شلنگ اکسیژن برد و من دارم خفه میشم. میکنیم از این کارا به جای محبت آسیب بزنیم به دیگران؟ کردیم از این کارا؟ پس لازم هست من نسبت به آنچه را که به عنوان محبت هست آگاهی داشته باشم. شاعری اعلام میکنه عاشقی جرم قشنگی است، به انکارش نکن، باهاش زندگی کن، با عشق زندگی کن و به تو کمک خواهد کرد. بریم با هم دیگه انجیل متا 5:43 الی 48 داشته باشیم. در بروشوراتون نیستش این قسمت، اما ملزم شدم امروز این رو اضافه کنم. عزیزان همه بروشور داریم؟ اونا که بروشور ندارن دستا بره بالا، اونا که دارن دستا بیاد پایین. نشوخ کنم، دستا بره بالا. همه دارین؟ بله. خب لطفاً بخونید. میخواد چراغا روشن کنید؟ میتونید بخونید زوجا؟ آه بفرمایید.
شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن. اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید. ممنون. زمانی که محبت برای من یک هدف است، هدف مقدس است. زمانی که من ایمان دارم ذات خدا که مرا آفریده محبت است و در این مسیر من باید رشد کنم، من در مسیر محبت باید رشد کنم، در هر جایگاهی که هستم دوست و دشمن نداره. طبیعت من یک طبیعت محبت شده. بله. و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید. حتی کسایی که اذیت میکنن. بله. و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید. آمین. و هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. پس محبت چون یک هدف هست برای من، عشق به والدین که من والدینم رو دوست دارم، عاشق اونا هستم، برای من این تعریف رو داره که خواهر و برادرانم رو که حتی دلایل دارم منو اذیت میکنن اونا رو هم دوست دارم. به خاطر چی اونا رو دوست دارم؟ برای چی من خواهر برادرانم رو دوست دارم توی خانواده؟ به خاطر والدینم. درسته؟ حالا اینم تو مجموع بزرگتر، ما امروز به مسیح ایمان داریم، آمین، ما به خاطر مسیح همه رو دوست داریم. آمین. میتونیم بگیم آمین؟ آمین. دل پوری داریم هنوز داره؟ از کسی؟ اگر ما حقیقتاً مسیح رو دوست داریم، ما به خاطر مسیح باید همدیگر دوست داشته باشیم. بعد همدیگر ما توی خانواده، توی محل کارت، کارتو دوست داری، درسته؟ تو عاشق کارت هستی. وقتی کارتو دوست داری و هدف داری، پس هدف خیلی مهمه. به خاطر اون کارت، کارفرمایی که بد اخلاق هست رو تحمل میکنی. همکارت که لغازگو هست، اذیتت میکنه، تحملش میکنی. چون تو عاشق کارتی. توی کلیسا، تو عاشق مسیح هستی. اگر عاشق مسیح هستی، به خاطر مسیح، کشیش تو که تندگو هست، اذیتت میکنه، تحمل میکنی. حتما شفاف میکنی مسائل رو. کسی که توی کلیسا هستش تو رو اذیت کرده، با شفاف کردن میرسیم بهش، اونو دوستش خواهی داشت. توی دانشگاه هستی، داری درس میخونی، به خاطر هدفی که داری استاد تو رو تحمل میکنی، هم کلاسیات رو تحمل میکنی. وقتی که هدف داشته باشیم و هدف ما در مسیر عشق باشه، مطمئن باش تحمل ما بهتر خواهد شد. بله. تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند. آمین. پس وقتی که من ایمان به محبت خدا دارم، ذات خدا دارم، این خدا هست که قوت محبت و بخشش رو به من خواهد داد. زمانی که من هدفم خود خدا هست نسبت محبت. بله. زیرا هرگاه آنانی را که محبت نمایند که شما را محبت می نمایند چه اجر دارد؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ تعریف درست عشق و محبت رو داره میگه. مسیح به خاطر گناهان بشریت اومد روی صلیب مرد. آیا همه ایمان آوردن؟ پس عیسی مسیح میتونه بگه من جونم رو دادم همه ایمان بیارن. انجیل یوحنا 3:16. ولی خب همه که ایمان نمیارن. خیلی هم هستن تازه مسیح رو مسخره میکنن. پس عیسی مسیح هم بگه من به خاطر اینایی که اومدم کشته شدم دیگه ول کن، اصلا خسته شدم. مسیح هم عصبی بشه یه چیزی بگه. ما میدونیم وقتی موسی بی احترامی به قوم خدا کرد، با توجه به اینکه قوم خدا نیز در مسیر اشتباه بودن، موسی رو خداوند توبیخ کرد، چون به در مسیر عشق و محبت قدم بر نداشته بود. بله. و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارد؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. یعنی در میتونیم برای این قسمت کلام خود دست بزنیم. در مسیر محبت باید رشد کنیم، باید بیاموزیم صبر و تحمل رو در حضور خداوند. حالا میگیم چگونه کسی رو که با او اختلاف دارم، از او آسیب دیدم، از اون ناراحت هستم و خاطرات بد دارم، من اون رو ببخشم. در انجیل لوقا 17:4 پتروس هم به عیسی مسیح همین رو میگه. ولی مسیح میگه برادرت، حالا دوستت، همکارت، هم کلیساییت، هم کلاست، همسایت، هر کسی که هست به تو خطا کرد،
او رو چند بار ببخش؟ 7 بار. 7 میدونیم رقم کامل، یعنی همیشه ببخش. ولی خب وقتی ما بخوایم گیر بدیم، گیر میدیم دیگه. پتروس حالا درک نکرد، ولی حالا ما که درک میکنیم بعد 2000 سال هنوز هم گیر میدیم. نه نمیشه بخشید. این اصلا این موضوعش فرق میکنه، این دیگه قصهش فرق میکنه. حالا ما میخوایم عیسی مسیح رو همون گونه که ابراهیم میخواست خدا رو قانع کنه به سمور امور حمله نکنه، حالا ما میخوایم عیسی مسیح رو قانع کنیم. خب سوال بعدی اینه، اگر بازم خطا کرد چی؟ در انجیل متی 18:22 میخونیم که باز عیسی مسیح جواب پتروس رو میگه چند بار؟ 77 بار، یعنی 490 بار. ولی وقتی ما میخوایم گیر بدیم، گیر میدیم، میگیم حالا اگه شد 491 چه کار کنیم؟ میگیم دیگه، میگیم ما رفتیم بخشیدیم، حالا شد 491 بار، حالا چی میشه؟ باز در انجیل متی 18:15-17 هیچ بهانه‌ای نمیتونیم بیاریم عزیزان. برو، اعلام میکنه عیسی مسیح، برو او رو در خلوت، یعنی دوستانه، یعنی صمیمانه، یعنی بدون اینکه تحریکش کنی، بدون خشم و غرور و نه در غیبت، نه در بدگویی پشتش، برو با او صحبت کن. اگه قبول کرد ببخشش، همون شد. اما اگه قبول نکرد، دوباره میگه با 1 یا 2 نفر شاهد، حالا از کلیسا یا از هر کجا، برو با او صحبت کرد کن. اگر قبول کرد باز ببخشش، اما بازم اگه قبول نکرد میگه برو به کلیسا بگو. اگر به کلیسا منظور کشیش، منظور هیئت رهبری، منظور 2 نفر 3 نفر از مشایخ کلیسا بگو. میگه اگه قبول نکرد نزد تو مانند یک غریبه باشه. تمام، درسته؟ اما ما اینجا یه مشکلی پیدا میکنیم. در انجیل مرقس 11:25 میگه قبل از این که میخوای، وقتی میای در حضور خدا، ما فرزندان خداییم، آمین، پس این رابطه باید باشه، این ریلیشنشیپ با خدا. من میخوام برم در حضور خدا دعا کنم، به من میگه رسول قبل از این که تو میخوای بیای دعا کنی، آنانی که به تو خطا کردن رو ببخش. باز دوباره من مشکل پیدا میکنم، یعنی گویا من هیچ چاره ای ندارم، من یا باید ببخشم و یا باید ببخشمش به خدا. 2 نفر بیان اینجا لطفا، کسی که با دوربین مشکل نداره لطفا بیاید اینجا، ممنون میشم. هر کسی که با دوربین مشکل نداره بفهم، خواهش میکنم، مرسی. در امثال 20:22 میخونیم، میگه مگو که از بدی انتقام خواهم کشید، بلکه بر خداوند توکل نما و تو را نجات خواهم داد. ممنون، مرسی. آقای بیگناه بیا اینجا، یه دست بزنید برای عزیزم. آقای بیگناه عزیزم، منم آقای بیگناه، شما چرا تعمید گرفتید؟ بسیار برادر عزیزم، از نویسندگان خوب، بهروز عزیزم هم از خادمین خوب، هر دو دلای قشنگ. این یه حالت تشبیهی هست، شما همونجا بیستید، تصور بر این میکنید که ایشونو به عنوان خدا معرفی میکنید، فرزند خدا هستش، و آقای بیگناه منو اذیت کرده و من نمیتونم ایشونو ببخشم و میخوام برم نزد خدا. خب هیکلش هم که من بزرگتر، خوشگلتر و خوشتیبترم هستش، گفتم حتی از کشیش نباید خوشتیبتر باشید. حالا من میخوام برم پیش خدا، شما صف وایسا لطفا. نظرم، من هر کاری میکنم میخوام برم، اما چون من این برادرم رو نبخشیدم نمیتونم نزد خدا برم. اما اگر من ایشونو ببخشم، بگم چون خودم هم گرفتمش دیگه، میخوام اینم ببرم، ولی نمیشه. اما اگر من بهش میگم خب شما رو من بخشیدم، برو، میبخشم قلبا، راحت میتونم نزد خدا برم. حالا میبینم نمیتونم، چقدر اذیتم کرده، باهاش هم قدم بشم، اونو بسپارمش تو دست خدا، اونو ببخشم به خدا. نمیتونی ببخشی، ببخشش به خدا و خدا خودش میدونه باید چه کار کنه. بازم برای عزیزان دست بزنیم، مرسی. بنابراین آن اختلاف و دلایل کدورت ها باید شفاف بشه و باید هویدا بشه تا شیطان توی تاریکی به ما نزنه. اینو بدونیم، نمیبخشی روزنه باز میشه که شریر ما را اذیت کنه. در اصل با توی یک جایگاهی هستیم که تا
تاریکی خواهد بود. در امثال 10:10 اعلام میکنه پوشاندن حقیقت ناآرامی ایجاد میکند، اما سرزنش آشکار، خیلی جالبه، سرزنش آشکار آرامش به وجود میارد. این که شما برید به شخص بگید من به خاطر این دلایل از تو ناراحت هستم، میگم با محبت تو من اذیت کردی، این بهتر از اینه که غیبت کنیش، ولی تو ظاهر نشون بدی دوستش داری و محبتش کنی. این روال فرزندان خدا نیستش و این گونه هستش که متاسفانه جدایی ایجاد خواهد شد. در امثال 27:5 اعلام میکنه سرزنش آشکار از محبت پنهان بهتر هستش، که ما بتونیم مسائل خودمون رو شفاف کنیم تا به یک نتیجه مطلوب برسیم. بریم با هم مکاشفه 2:2-5 رو داشته باشیم. عزیزانی که با ما هستن، آیا همه بروشور داریم؟ اونا که بروشور ندارن لطفا دستشون بره بالا تا براشون لطفا یه بروشور بدید به خواهر عزیزمون. میدونیم که مکاشفه یوحنا در اصل رویایی هستش که یوحنا از خدا در روزهای برای روزهای آخر زمان میبینه و این کتاب برای تشویق و تذکر به کلیسا، به 7 کلیسا نیز نوشته میشه، برای بیداری و نیز هوشیاری، که یوحنا این نامه را به 7 کلیسای مشخص نوشت که در ایالت رومی آسیای اون زمان قرار داشت، یعنی ترکیه کنونی. می دانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمی توانی شد. خیلی ممنون. اولین موضوعی که داره میگه تشویق میکنه. خواهش میکنم اگر کسی در زندگی شما هستش که باعث رنج شما میشه، لطفاً اول به یاد بیار نیکویهای او را، محبت او را. اگر نیکویهای او را و محبت او را به یاد بیاری و اون رو عنوان کنی، اجازه دادی روح القدس و حکمت عمل کنه، و بعد از اینکه تشویقش کردی، اون موقع نسبت به اون موضوعی که باعث آزار تو شده یا سوء تفاهم شده، اون رو نیز عنوان کن تا رفع بشه. بله. و آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی. بله. یعنی معلمین دروغین که در اون زمان بودن. این کلیسا اونقدر کلیسای آگاه و بیدار بوده که اجازه نمیده معلمین دروغین عمل کنن. بله. و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی. پس عطایای بسیار خوبی داره که در این مسیر این حکمت رو داشته که صبور هستش، عجول نبوده. بله. لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کردی. واو، محبت نخستین خودت رو ترک کردی. نگاه کن به زندگیت، کجا محبت نخستین خودت رو ترک کردی؟ چون خدا از تو میپرسه نسبت به همسرت، حتی نسبت به خودت، چرا بی توجه هستی بعضی موقع؟ چرا تصور میکنی که اون ارزش رو نداری؟ چرا حتی تصور میکنی اونقدر زندگی برات سخت شده، حالا ولش کن، اینجوری بشم، بدنم اونطوری بشه، کارم اینجوری بشه؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ باید برگردی، جایگاه رو پیدا کن، مشکل رو پیدا کن، با مشکل کنار نیا، اونجا بیست تا شفا بگیری در حضور خداوند. حتی لازم هست تراپی بریم، پیش پزشکان بریم. اینجا ما در کلیسای مسیح تراپی خواهیم شد، اما سلامتی بسیار برای فرزند خدا مهم هست. بله. پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور، و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می کنم اگر توبه نکنی. آمین. می توانیم برای این قسمت کلام خدا دست بزنیم. محبت نخستین ما در مرقس 12:30-31 هست که اعلام می کنه خداوند میگه با تمامی دل، با تمامی جان، با تمامی خاطر، با تمامی قوت خدای خود رو محبت کن. و همین مقدار کیو دوست داشته باش محبت کن؟ همسایه خودت رو، کسی که کنار تو هستش. بتونیم اون رو درک کنیم، زندگی اون نگاه کنیم، آیا این گونه هستیم یا نه. اگر نیستیم، امروز روزی هستش که خدا این پیغام رو اول به کشه کلیسا داره میده و بعد به شما عزیزان داره میده و بعد به عزیزانی که الان شاهد برنامه ما هستن. ببین از کجا افتادی، کجا، به چه دلیل محبت نخستین تو افتاده. صداهای منفی و نگاتیو،
و یا موضوعات دیگه لازم هست در حضور خدا بریم. توبه حتما این نیستش که بریم بزنیم بگیم خدای من گناهکار هستم منو ببخش. نه، توبه این که من میرم میگم خدایا من موندم در این قسمت، نمیدونم چه کار کنم، به دادم برس، من میخوام با عشق حقیقی نیز زندگی کنم. و اول یوحنا 4:20 میخونیم که اعلام میکنه چگونه هستش که برادر که تو داری میبینی، خواهرت رو، دوست تو، همکار تو داری میبینی محبتش نمیکنی، ولی خدای ندیده رو نیز محبت میکنی. بریم با هم دیگه انجیل یوحنا 14:15-27 رو نیز داشته باشیم. شاعر میگه خوشتر ز محبت به جهان کاری نیست، در هر دو سرا بهتر از این یاری نیست. بله، اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد. صحبت از وفاداری میکنه. در مسیر محبت وفاداری عطر خوشبوی این برکت هستش. اگر ما به آنچه که قول دادیم، شما به عنوان فرزند خدا وقتی اومدی تعمید گرفتی قرار هست به مسیح وفادار باشی. به کی؟ به مسیح. به مسیح که وفادار باید باشی، به رسولی هم که کشیش کلیساست باید وفادار باشی، به اعضای کلیسان باید وفادار باشی، فرقی نمیکنه. پس همه ما باید به هم وفادار باشیم و در این مسیر هسته که مسیح میگه وقتی که محبت شما رو میبینن متوجه من خواهند شد. وقتی محبت شما در خانه، در محل کار، نه توی کلیسا. توی کلیسا به راحتی ما میتونیم همدیگر رو محبت کنیم، هرچند دیدم گاهی هم محبت نکردیم متاسفانه. دیدم اینجا هم سرسوپا پریده محبت بعضی ها حتی تو کلیسا هم نمیتونن بکنن. اشکال نداره، متوجه میشیم، براشون دعا کنیم شفا پیدا کنن، کمکشون خواهیم کرد. راه غیر از این ما نداریم تا بتونیم مسیح رو نمایان کنیم. بله، تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند، زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، و اما شما او را میشناسید زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. چون ما به توسط روح القدس، غلاطیان 5:22، یه چند نفر بشنوم ثمره این روح چیه؟ براو، به به، یه دست ایمان، به به، فروتنی، بسیار عالی. پس اگر من که به مسیح ایمان آوردم، این ثمره روح در من هست که به من ویژگی های یک انسان سالم رو میده، یک انسانی که در مسیح داره رشد میکنه و کامل میشه تا بتونه مسیح رو نمایان کنه، تا بتونه مردمی که نیازمند هستن به نجات دهنده، نجات دهنده رو به اشاره با اعمالش بگه کجا هست، بیایید کلیسا نجات پیدا کنید. ما اگر غافل بشیم وای بر مردمی که توی دنیا هستن و نمیتونیم با فیلم بازی کردن، نمیتونیم بگیم مسیح مسیح، نمیتونیم خادم خدا باشیم، نمیتونیم مثل کشیش بیاد اینجا موعظه کنید. من نمیتونم فیلم بازی کنم، گروه پرستش نمیتونه فیلم بازی کنه، قسمت صدا و تصویر عذر میخوام از همتون، نمیتونید فیلم بازی کنید. باید عملا شما اعضای کلیسا نمیتونید فیلم بازی کنید، چون مردم در آینده میبینن ما آنچه که گفتیم نیستیم. فیلم بازی نکنیم، حقیقی باشیم در حضور خداوند. زنی میره پیش یک فالگیر و رو میکنه، میگه من خیلی نگران همسرم هستم، خیلی نگران زندگی و خانوادم هستم. فالگیره تو دلش میگه عجب این چه زن خوبیه، واقعا چقدر همسرش دوست داره، خوش به حال همسرش، این چقدر نگرانه. میگه بیا اینجا، بیا اینجا، الان فالتو میگیرم. میگه خواهش میکنم. فالشو دستشو باز میکنه، کفشو دستشو نگاه میکنه، میگه نه نه یه چیز خیلی بدیه، نمیتونم بگم. میگه خواهش میکنم بگو. میگه نه نه اصلا برام سخت. میگه انقدر التماس میکنه، میگه عذر میخوام، متاسفانه فردا همین موقع شوهر شما کشته میشه. میگه اونو که میدونم، فقط من بگو من دستگیر میشم یا نه. مبادا ما با محبت مسیح این کار رو بکنیم، مبادا از نام مسیح استفاده کنیم برای مهرطلبی توی دنیا. اگر انتخاب شدی محبت اورجینال رو داشته باش. بله بفرمایید. شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما می آیم. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمی بیند و اما شما مرا می بینید و از این جهت که من زنده ام. می دونیم که روح القدس زیست. تموم شد؟ مرسی، ببخشید، دست بزنیم برای این قسمت.
لطفاً برای کلام خدا دست نزنید، برای من دست نزنید، من یه گویندم، ولی همیشه برای کلام خداوند دست بزنید وقتی که خونده میشه. روح القدس میدیم که روح راستی هست. اگر روح القدس روح راستی هست و این روح در من و شما هست، باید صادقانه زندگی کنیم، صادقانه صحبت بکنیم، با محبت نیز باید صحبت بکنیم. پس برای حفظ محبت نخستین میباید در مشارکت پیوسته و در رفع اختلافات همت داشت تا بتوانیم نسبت به عهدهای خودمون وفادار باشیم. در عبرانیان 10:24-25 میخونیم، اعلام میکنه برای پیشی جستن در محبت و کارهای نیکو به یکدیگر را تشویق کنیم. پس این کاریه که ما باید بکنیم تا این قدرت دوستی ما باشه. عزیزانی که سوال دارید چرا دوستای خودمون را از دست دادیم، آیا همدیگر تشویق میکنیم؟ آیا با هم در رابطه هستیم؟ آیا همدیگر محبت میکنیم یا نه؟ و کارهای نیکو یکدیگر را تشویق کنید. از جمع شدن با یکدیگر در مجالس کلیسا غفلت نکنیم. سه شنبه است، پنج شنبه است، مهمونی کلیسا میذاره، پیکنیک میذاره، باشیم با هم دیگه. چنان که بعضی ها به این عادت کردن، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق بنمایید، مخصوصا در این زمان. مگه این زمان چه خبره؟ که روز خداوند نزدیک می باشد و مسیح داره میاد. این هوشیاری را داشته باشیم. بریم با هم دیگه اولین نکته را نیز بخونیم. چگونه می توان عزیزان بروش لطفاً چراغ را روشن کنید، ممنون میشم. می تونیم داشته باشیم نکته را؟ چگونه میتوان در محبت نخستین پایدار بود؟ چگونه میتوان به اون عهد در نسبت توی خانواده، با همسرت، تو محل کارت، به دوستت گفتی دوستت دارم، به بچت گفتی دوستت دارم، به پدرت گفتی دوستت دارم، چگونه میتونیم ما باشیم توی این قسمت وفادار باشیم؟ چگونه میتوان در محبت نخستین پایدار بود؟ محبت نخستین با، میتونید پر کنید، با خودکار فکر کنم همه دارید، مشارکت پیوسته میتواند پایدار باشد و سوء تفاهم ها را هویدا نموده تا بتوانیم به عهدهای خود وفادار بمانیم. از این استفاده کنید برای زندگیمون. اگر این روال رو بریم، جدایی هرگز به وجود نمیاد. خدا جدایی رو دوست نداره عزیزان، خدا طلاق رو دوست نداره عزیزان. میدونم در روزهای آخر هستیم، برای تمام کارهامون دلایل خودشو داریم. شاعری میگه زندگی زیباست نه به زیبایی حقیقت، حقیقت تلخ است نه به تلخی انتظار، انتظار سخت است نه به سختی جدایی. اجازه نده هرگز جدایی ها در زندگی تو قدم بذارن. بین تو با خودت اول، از خودت جدا نشه، بین تو و خانوادت، همسرت، خلق، و هرگز اجازه نده، چرا که اینها قدم هایی هستن که ما را از محبت خدا نیز دور خواهند کرد و متاسفانه راهی رو باز میکنن که کینه و نفرت جایگزین خواهد شد در وجود ما. در دوم تیموتائوس 2:13 میخونیم بهترین نمونه ما چه کسی است برای وفاداری؟ چه کسی میتونه باشه؟ عیسی مسیح. میتونیم بلند هممون بگیم چه کسی میتونه باشه؟ عیسی مسیح بهترین نمونه وفاداری هست. از او بیاموزیم نه از عرایض من. اعلام میکنه حتی وقتی ضعیف میشویم و ایمان و وفاداری ایمان نسبت به مسیح سست میگردد، او نسبت به ما وفادار میماند و به کمک ما میشتابد، زیرا میتواند ما را که جزئی از وجود او هستیم از خود جدا کند، چون این برخلاف طبیعت اوست. زمانی که من نمونم مسیح هست، مانند مسیح، طبیعت خود مسیح عمل خواهم کرد. هرگز من نمیتوانم نسبت به موضوعاتی که در زندگیم پیش میاد دلایلی بشه برای من که وفاداریم رو بردارم، نسبت به اهل خانوادم، نسبت به کلیسا، نسبت به آنچرا که اعلام کردم. قسمتی از اون چرا که میشه گفت قطرات شبنم از عشق و محبت هست رو امروز اعلام کردیم. توی جلسات بعد حتما بهش اشاره خواهیم کرد، مسلماً بازم کامل نخواهد شد. تشویقتون میکنم محبت رو باز بیاموزیم. مولوی اعلام میکنه
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. در کتاب اشعیا باب 6 وقتی که اشعیا در حضور خدا میره اعلام میکنه خداوندا من انسانی بددهن و در برابر قومی بددهن هستم، هرگز خودش رو پاک نمیبینه. مولوی هم داره اینو اعلام میکنه، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. وقتی به حضور خدا میره، گرچه تفسیر زبان روشنگری است، لیک عشق بی زبان روشنتری است. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر نیت باید از روح و روح متاب. چون قلم اندر نوشتن میشتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. هیچ قلمی نمیتونه حقیقت محبت و عشق رو بگه، اما عیسی مسیح همون گونه که گفتم در انجیل یوحنا 3:16 اعلام کرد عشق رو. عشق که میدی تمام، هیچ انتظاری نیست. همه ما تجربه کردیم کسی که نیازی داشته کمکش کردی، خوشحال شدی یا نشدی؟ به راحتی توی خانواده همون هست، وقتی یه بچه کوچیک از شما یه چیزی میخواد، شما بهش دادید، آیا به اون گفتی در برابر آنچه که به تو میدم به من یه چیزی بده؟ اصلا چشمای او، ذوق اون شما رو خوشحال کرده. یه کسی رو که دوست داری بهش هدیه میدی، کادو میدی، خوشحالی اون تو رو خوشحال کرده. پس لزومی نداره که من نسبت محبت کردن به دیگران منتظر این باشم که محبت بشم. بریم با هم دیگه آخرین آیرم لطفاً داشته باشیم، اول قرنتیان 16:13-14. بیدار شوید، در ایمان استوار باشید و مردان باشید. خواهش میکنم بیدار بشیم، خواهش میکنم. وقتی میگه مردان یعنی در ایمان قوی بشیم. موضوع مرد و زن نیست، یعنی آن قدرت و قوت روح القدس رو بگیریم برای محبت کردن. بله؟ و زورآور شوید. آمین. جمیع کارهای شما با محبت باشد. جمیع کارهاتون. آمین. یه دست بزنید بازم برای این کلام. حالا سوال این هفته، هم شما عزیزان، هم عزیزانی که روی فیسبوک هستید، روی اینستاگرام هستید و تکرار رو نگاه میکنید، لطفاً این سوال رو توجه کنید. اینو بدونیم عزیزان، آدم و حوا آسیبی که خوردن میدونید از کجا بود؟ از این بود که وقتی که خداوند گفت از درخت نیک و بد و حیات نخورید، اونا نگفتن چرا. چون نگفتن چرا به اون دام افتادن. زندگی دنبال چراهات باش، این سوال زندگی ماست. اگر جوابی مناسبی رو پیدا کردید لطفاً به منم بگید. اگر احتیاج به جواب دارید، من و خادمین کلیسا هستن که در این رابطه کمکتون کنم. بله بفرمایید. به چه دلیل نمی توانید به آنانی که در گذشته قول دوستی داده اید محبت کنید و جایگاه محبت را در زندگی چگونه می دانید؟ آمین آمین آمین. لطفاً لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم به آنچه که شنیدی. به سوالی که توی بروشورت هست توجه کن. به کسایی که تا به امروز به هر دلیلی نبخشیدیم، یا میبخشیش یا میدیش تو دست خدا. بازم بخشیدنه، میبخشیش تو دست خدا. این کارا رو انجام بده. در ذهن و فکرت مسیح کنار تو ایستاده، منتظر توه. اون سوال از تو پرسیده، نگاه کن از کجا افتادی، چگونه شد که محبت نخستینت نسبت به کسایی که دوستشون داشتی. دلایل نیار، دلایل انسانی نیار. امروز تو اومدی در حضور خدا. عزیزانی که دارن ما رو میبینن، در حضور خدا هستی. اگه میخوای با خدا صحبت کنی، اول باید ببخشی. حالا میتونی از خداوند بخوای آنانی که تو رو اذیت کردن رو ببخشه. اونها رو بر در حضور خداوند، مطابق کلام خداوند براشون دعا کن که خداوند تو اونها رو ببخش، من بخشیدم، و به من قدرت این رو بده که از این به بعد بدیهای اونها رو به یاد نیارم، بلکه خوبیاشون رو به یاد بیارم، مانند تو باشم. خداوند تو نیز نیکویی ها رو به یاد میاری، تو نیز بدیهای من رو به یاد میاری. عزیزان، قسمتی از پرستش ما در کلیسا جمع‌آوری هدایا هستش.
اما میدونیم که کلیسای پرستنده مسیح وابسته به هیچ سازمانی نیستش. عزیزانی که میل کمک و دست یاری به خانه خدا دارن، تشویقتون میکنم اجازه بدید که خدا با قلبتون صحبت کنه. کلام خداوند 10:1 رو تشویق میکنه و میگه در این قسمت مرا امتحان کن. بعضیا به 10:1 اعتقاد ندارن، خدا رو شکر، پس بیشتر بدید برای خانه خدا. اگر شریعتی نمیخواید فکر کنید،